کلان شهر تهران دیر زمانی است که در دل خود خیابان‌ها و کوچه‌های مختلفی را با نام‌های متفاوت در خود جای داده است و در این بین خیابان‌هایی با نام شعرای بزرگ ایران زمین همچون خیابان سعدی، خیابان حافظ، خیابان فردوسی، خیابان شهریار و خیابان پروین اعتصامی مزین کرده است و البته بسیاری دیگر که جایشان در تابلوهای خیابانها خالی است، همچون فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو و دیگران. اما نام یکی از قدیمی ترین خیابانهای تهران برای اولین بار در دهه 20 هجری شمسی بنا به تصمیم فرهنگستان اول زبان و ادب فارسی که در سال 1313 هجری شمسی تشکیل یافته بود، با تصمیم اعضای خود همچون ملک و شعرای بهار، علامه ده خدا، حسین سمیعی، محمد علی فروغی، سعید نفیسی و محمد علی جمالزاده به نام خیابان مولوی، شاعر بزرگ ایران زمین، نامگذاری شد. نام اصلی مولوی جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی یا حضرت مولانا است که در بلخ به دنیا آمد و در پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری در شهر قونیه زندگی را بدرود گفت. از وی مثنوی معنوی که یکی از بزرگترین کتابهای ادبیات عرفانی کهن و حکمت پارسی پس از اسلام است به یادگار مانده است. با پایتخت شدن تهران در زمان آقا محمدخان قاجار، جمعیت تهران رو به افزایش میگذاره. حالا با افزایش جمعیت تهران که در درون حصار شاه طهماسبی که سال 961 شاه طهماسب به دور تهران کشیده، دیگه زمین خالی باقی نمیمونه در تهران. در دوره ناصری، در اواسط دوره ناصری، به همین خاطر تصمیم گرفته میشه که این حصار و خندقها برچیده بشه و شهر گسترش پیدا بکنه. این گفتش که هر کسی اطراف تهران هم خندق بود. این خندقها، گفت اون خندقها رو پر بکنیم، این خندقهای جدیدی بکشیم و شهر رو بزرگ کنیم. در سال 1284 هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه قاجار حصارهای قدیمی تهران تخریب و خندقها پر میشود و تهران گسترش پیدا می کند. شرطش هم این بود که هر کسی به پول خودش، خود قاجار که از این پولا خرج نمی کرد، هر کسی خرج بکنه به سازه خیابونی آماد کنه، زمین های موات شمالش مال اونه، جنوب هم هرچی بده مال اونه. که اسم الوزاز کرد، حتما اسمش رو شنیده، یکی از دلقک‌های زمان ناصری بود و آدم ورزشکار و متدین و با اعتباری بود. اینجا رو گرفت و شروع کرد به ساختن. کاری ندارم. ایشون که وضع مالیش هم خوب بود، آمد این خیابونو از میدان شاه قدیم که حالا میدان قیامه تا چهارراه مولوی رو اینجا خیابون اسم الوزازه. بقیهش نه. اینجا رو گرفت و شروع کرد به ساختن. اسماعیل بزاز به هزینه خود خندقهای جنوب شهر را پر کرد و به همین خاطر از ابتدای خیابان مولوی که از میدان شاه یا قیام امروزی شروع می شود تا چهارراه مولوی تمامی املاک وی گردید و به نام اسماعیل بزاز شهرت گرفت. اما قبل از ورود به خیابان مولوی
با نگاهی به اطراف میدان قیام در میابیم که در دور این میدان اوایل دروازه خراسان در خیابان ری ایستگاه گارماشین قرار داشت که ایستگاه ماشین دودی اولین قطار و خط راه آهن ایران در زمان ناصری بود. این ماشین دودی تهران را به شاه عبدالعظیم در شهر ری متصل می نمود که در سال 1341 هجری شمسی این خط راه آهن جمع آوری شد. در سمت شمالی میدان قیام یکی از قدیمی ترین گاراژ های تهران به نام احمد بامیه قرار دارد و کمی جلوتر از آن در ادامه خیابان ری مسجد تاریخی حاج ابوالفتح و حوزه علمیه فتحیه واقع است که پیشینه ساخت آن به دوران ناصرالدین شاه قاجار می رسد. این مسجد یکی از پایگاه های مهم شروع انقلاب اسلامی ایران در دوره پهلوی است. اما با گذشتن از مسجد به بازارچه نایب السلطنه می رسیم و بعد در کنار بازارچه اولین بستنی فروشی تهران به نام اکبر مشتی به چشم می خورد. اکبر مشتی در واقع پایه‌گذار بستنی سنتی ایرانی است. در شرق میدان قیام نیز محله قدیمی شترداران قرار دارد که محل نگهداری شترها در دوره ناصری بوده است. البته معروفیت این کوچه به جهت حضور شیخ حسن روزخان بود که صدایی خوش داشت و بنا به سکنای اون در این محل به شیخ حسن شترداران معروف شد. و اما در غرب میدان قیام خیابان اسماعیل بزاز قدیم و یا مولوی امروزه قرار دارد. تا خیابون اسماعیل بزاز اون موقع به این وسعت نبود، از اون رضاشاه بعدن وسیعش کردن، باریک بود. من باریکی خیابونو به یاد ندارم. اینجا رو ساخت. در این ضمن رئیس صنف فخار میدونید چه دیگه، آجر فضا و اینا خیلی ثروت میدن. رئیس صنفشون میخواست برای پسرش عروسی بکنه. هیچ وقت اسماعیل بزاز خارج از دربار جایی برنامه اجرا نکرده بود. خیلی خواهش کرد که بیاد برنامه بدا عروسی پسر این برنامه اجرا کنه که اونم قبول کرد و آمد و البته پول نمی گرفت. خیلی که این اصرار کرد، گفت برای من حواله مصالح بفرستیم. خب تمام این شاگرده اون کرا و همکارای اون چیز آقا حواله گچ و آهک و آجر و هر چیزی که میخواست اونقدر فرستادن که اسماعیل بزاز تمام زمینای شمال خیابون رو ساخت. همه دم وقف مسجد خندق آباد کرد که بعد قبل از اون ساخته شده بود. بعد تا حالا او در یک دوره از زندگی خودش وقتی که بعد از سفر حج میاد و به اصطلاح خودش توبه میکنه از این کار. چرا؟ چون که این کار در اون موقع حالا غیر شرعی محسوب میشده، چه میشده نمیدونم. میاد و دست از این کار رو کنار میگذاره و چون خونه او هم در اینجا بوده به اسم اسماعیل بزاز این قسمت از خیابانی که امروز مولویه در اونجا به این اسم معروف بوده. هنوز میتوان در خیابان مولوی بناهایی را با معماری‌های دوره قاجار، پهلوی اول و دوم مشاهده کرد. امروزه بقایای این نوع معماری در بافت قدیمی محله در حال تخریب است.
اون چیزی که خیلی باعث تأسفه صدمه است که بافت قدیم این وارد شد. در درجه اول خونه خود ما، این خونه ها واقعا نمونه بود، واقعا نمونه بود. این عمارت، بنده تو این عمارت زندگی کردم. این عمارت قبلا مدرسه بوده، تو اجاره آموزش پرورش بوده، برای یه شخصی بوده. و خدمتتون عرض کنم که الان این سردری که شما دارید مشاهده می‌فهمی، خیلی قشنگ‌تر از این سردر این ساختمون داخل این عمارت بوده که همش از بین رفته. متأسفانه هیچکی نتونست یعنی یه مرمتی به این ساختمون بده که بتونه این میراث فرهنگی مملکت ما رو نگه داره. یعنی تابلوهای خیلی قشنگی داشت، عرضم به حضور شما که یه سالونی داشت که همش آینه کاری بود، داخل حیاتش کلن کاشیکاریایی بود که حالا نمیدونم خدمه بود، پرسنل بود، اینا رو من دقیقا نمیدونم لحاظ تاریخی اینا چه حدودی بودن، ولی سردرش تاجی داشتش که تاج شاهنشاهی بود، حالا نمیدونم برای چه قدمت سالیانه ای بود. متاسفانه کلن از بین بردن. خیلی چیز قشنگی بود. من واقعا میگم یه سری درایی داشت که الان اون درو همون لنگ درو اگه الان بذارن توی یه جا موزه انگلیس الان 50,000 تا خارجی می‌ریزن اون دره. این ساختمون و این عمارت کرد دست کمی از کاخ گلستان نداشت. متاسفانه نتونستن به این ساختمون برسن و این ساختمون از بین رفت. یه آدم بساز بفروش اومد 60 واحد ساخت و به قول امروز میراث فرهنگی رو ما رو تبدیل کرده به یه 60 واحد ساختمون که همه رو هم دارن زندگی میکنن. یکی از قدیمی ترین حمام های تهران در خیابان اسماعیل بزاز با نام حمام گلشن وجود داشت. حمام گلشن تو خود محله بود که بعد دکتر زهدابه اونجا رو خرید، باغ و خونه درست که ساخت که همه رو اینجا من شاهدم. حمام مولوی تو خیابان مولوی، بله این حمام درسته. یه حمام تو میگیرم اون ناحیه با چلو میدون آب خیلی سخت گیریشون میامن، از این جهت که مسئله حمام خیلی براشون مشکل بود. اینجا حمامی بود که به نام حمام گلشن، بله درسته، چون خزینه داشت، دقت میکنی مورد استفاده بود. بله این حمام گلشن یه وقتی یک دفعه یه عده لخت بودن داد میزنن یه خانما که چیزه اجدها، طبق معمول همه فرار میکنن، لخت مادرزاد و مردم با عبا و قبای چیزی همه داشتن دیگه، اینا رو میپوشن روانده خونه شما، بقیه هم دنبال اونا. حالا ببین چه سکس اونجا را افتاده تو خیابون تو کوچه. بعد این همون گلشن هم دیگه کسی نایمد، اجدها داشت دیگه، اجدها. آره اونم خرابه شده که این چاله حوز و این چیزهاش خزینه هاش برای ما اسباب بازی بود، چون این طلبی ها رو میگرفتیم صاف میکردیم میرفتیم بالا سوار میشدیم سوارم که خودی میرفتیم پایین. خیابان اسماعیل بزاز قدیم در ادامه مسیر خود به چهار راه مولوی میرسد که تقاطع خیابان مصطفی خمینی و صاحب جمع است. من
کاری باشه من معنا رو دارم میگیرم. بناس 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 آقا نامی خودتون نامی نیرو انتظامی نیرو انتظامی قرار نداری که مال خودتونه باشم مال از دستان بنا هم میکنم. در سمت راست خیابان مولوی بنفش چهارراه بقایای سینمای قدیمی به نام تمدن قرار دارد. این سینما در سال 1310 به دستور رضا شاه و توسط خان بابا معتضدی در این مکان بنا نهاده شد و با فیلمی از ریچارد تالماج افتتاح شد. سینما تمدن نفش چهارراه‌مولوی خود این ورتر جنب گاراژ اکسپورت ایران بیز همون سر چهارراه‌مولوی یک الان کارون سر گاراژ بزرگی هست پهلوی سینما یک گاراژ خیلی بزرگ هست این محل قاتل خونه حاج قاضی بوده حاج قاضی صاحب این تشکیلات باربری بوده عرض کنم که زمان رضا شاه بوده و گمان میکنم با تشویق شهربانو رضا شاه آخه محلی هم در تهران نبود حتی گفته میشه که اون اولین سینمایی بود که در تهران ساخته شده ولی بعضی هم میگن اونی که در سپه ساخته شد اولی اینو دقیق نمیدونم به هر حال ایشونو وادار میکنن که این سینما رو بسازه این سینما رو ساخت اسمشن شد سینما تمدن این جلوش پیطلبی بود پشت سرش از این نیمکت های قهوه خونه بود پیطلبی ها گمون هم یکی دعیشه بود بلیتش پشتش صندلی نیمکت بود اونا بود یک قدم عقب عقب که لوژ صندلی بود لوژ تک صندلی می نوشتن من تنها جایی که دیدم وسط فیلم ها سیرابی می آوردن اون بود اونجا بود سیرابی می کردن آره از کنم خب خیلی هم فروش میکرد در سمت دیگر چهارراه مولوی سینما آرش قرار داشت که در سال 1339 با ظرفیت 280 صندلی و به عنوان رقیب سینما تمدن آغاز به کار کرد. سینما آرش قبلا اینجا تئاتر بود بعد از تئاتر شد سینما. در سال 45 ما اینجا بودم. اون قبلا که جا شروع بود. اصلا صفحه که میرفت چهارراه مولوی ولی الان نه الان دیگه خیلی ما بفروشیم 80-90-100 جمعه ها مثلا این 200 ها میفروشیم ما دو فیلم میذاریم یه فیلمش باید هاشم پور باید باشه نه باشه نه جوره هر زن و بچه این دولاری یه مرد خونه است و بیرک چادر زندگیشون باشه پس اول بیوش شدن با این تقمثل یه تکونه به خودت بده الان هم که معتادم زیاد شده میان گیر میدن خلاصه اون چند وقت پیش شهرداری آمد ریختن اینجا آقا چه خبره بابا آمده معتادا را بگیریم اینجا هم که مشتری های ما زیادش شبکارن شبلا میرن دوره گرد چیزی میزی جمع میکنن صبح میاد اینجا بازارچه چیز هست اینجا میبروشه میان اینجا استراحت میکنن مشتری های ما اینجوریه سینما آرش که به عنوان دومین سینمای خیابان مولوی از آن یاد می شد در سال 1395 جهت توسعه مترو به صورت شبانه تخریب شد من اون وقتی یادم میاد که اصلا فیلم ناطق در ایران نبود یه حسن خانی بود جلوی پرده وای می ساد و تعریف می کرد چون سوادم کسی نداشت که بین فیلم ها می نوشتم بخونه اون تعریف میکرد دیگه هرچی هم میخواست اون تعریف میکرد ما هم قبول میکردیم دیگه اونم جالبه با همون لهجه جنوب شهری و با همون کلمات مثلا خوب یادم یه دفعه زورا در فیلم که یه جایی گیر افتاده بود که دوتا دیوار داشت نزدیک میشد اینو ساندویچ کنه اینجا قد شد سریال بود دیگه که هفته دیگه بریم باقی شو ببینیم تا هفته دیگه ما پرپر میزدیم ببینیم این زورو چطور شد اما همونجا گفت خیال نکنین زورو کشته میشه
در میره خار فلان آدم تموم میکنه از این چیزا کفت. بله دیدیم همین کاری کرد، کمن به انداخته یکیشون کشته تو کاری نده. در سمت شرق چهارراه مولوی ابتدای خیابان مصطفی خمینی کوچه سید اسماعیل قرار داره. در دل این کوچه بازارچه سید اسماعیل واقع شده است که درون آن صحن امامزاده سید اسماعیل با بنایی که به قرن نهم هجری قمری مقارن با حکومت تیموریان است خودنمایی می کند. چه که در مناهل و ظرف انساب العرب که یک کتاب نسب شناس معروفی هست با هفت پشت به امام حسن مجتبی کریم اهل بیت میرسانه. آثار باستانی بالایی در این آرامگاه هست و در این صحن و سرا موجود قبرهایی هست که مربوط به 300 سال قبل هست. ما در صحن داریم که سنگاشون الان دیگه مه شده ولی همون سنگ قبرات و آثارش مدونه. دو تا از نوادگان بلافست آقای محمد قاجار که زمان قاجاری و پادشاه وقت بود در همین مکان مقدس مدفون هستن. اون برامشگارچی که معروف بود و حتی در کشورهای اروپایی بعضی جاها که نقل میکنن از اون نام میبرن با عظمت، خب در همین جا به خاک سپرده، سنگش هم موجود داره. عکس بگیر نوه دیگر محمد قاجار که فرزند عزالدوله بوده باز هم در همین جا بوده. در کوچه امامزاده سید اسماعیل آبانبار قدیمی وجود داشت که روزگاری آب آشامیدنی مردم محل را تأمین می کرد. جلوی این امامزاده اسماعیل بازارچه کهنه فروشا بود. لباس مرده و اینا رو غالبا می مردن اینجا می شد. قلقله می شد. همه می رفتن. هم زیارت چیز آره سید اسماعیل، هم هر چی از تلموش و نمیدونم سرموبر و گنده و کوچیک هر چی میخواست اونجا بود. من جمله بساط خودم یادمه، روی پارچه کنه میره دندون مرده ها بود. خب کسایی نمیتونستن دندون بسازن، دلشون رو میخواست داشته باشن، میرفتن اینا رو یکی تو دهنشون تا میکردن. همه نزدیک بود چیز میکردن. من اون اول داستانه یه جفت گرفته بود وقت غذا فقط اون میزش تو دهنش. حال چجوری غذا میخواد من نمیدونم. این یکیش مال دوتاش مال دوتا مرده بود، چون رنگ دندونا و رنگ لثه ها هم فرق داشت. داده شاید هم یکیش مال زن بود یکیش مال مرد بود. داده اما با اون غذا میخورد دوتاش. در کنار امامزاده سید اسماعیل دیوار به دیوار آن مسجد و مدرسه فیلسوف و دوله ساخته میرزا کاظم فیلسوف و دوله پزشک مشهور دوره ناصری قرار دارد. پیرامون صحنه این مسجد را 12 حجره و 2 ایوان احاطه کرده است. به نظر می رسد که دو منار واقع در دو سوی ورودی بنا به صورت ناتمام با مرگ بانی آن رها شده است. فیلسوف الدوله در سال 1323 هجری قمری وفات می کند و وی را بنا به وصیت خود در سرداب زیر مسجد به خاک می سپارند که بعدها همسرش نیز در کنار وی آرام می گیرد. بخواه زردشونه؟ زردشونه.
یه دونه با سفید میگیرم یه دونه با زرد. برو توی همینجوری روشن ها بگیرش محمد بگیرش. نه سب کن برگردن دوربینا. نه برو سب کن قطع نکن. نه سب کن سب کن نمیخواد برش کن برش کن. صدا نمیخواد روشن صدا زبطش کن برو برگرد اونجا سب کن محمد. قبل فیلسوف دوله بزرگ خدایش رحمت کند. در سمت غربی چهارراه مولوی روبروی خیابان مصطفی خمینی خیابان صاحب جم قرار دارد. چاقو کشی در حقیقت از این خیابان شروع شد. علی آقا صاحب جم بود، باباش معلومه دیگه صاحب جم، که اون خیابان صاحب جم به اسم اونه. اولین بار اون با چاقو آدم کشت جم. چیز که میشد دعواهایی که میشد ترار معمولا و غمه و قد داره و شیشپر و این چیزا بود، نمی کشت آدمو چون می زدن زخمی می کردن. شما یه نفر می دید 10 تا زخم به صورتش داشت و نکشته بود. چاقو می کردن تو شکم و هر طرفی می خواستن می کشیدن. این علی آقا خودشون خونه شون طرف همون صاحب جمع بود، ولی با پدر من که اونجا کبابک داشت خیلی رفیق بود. یه دفعه اومد و تیز کرده بود و رفته بود، یا پدرم دیده بود مدون داره می دارن طرف گارد ماشین. پدرم می ره می بینه این علی آقا دو تا جوان نوخاسته که داشتن گل میکردن و گردن کلوف میشدن، نباده حریفش بشن، زده بود و هر دوتا هم کشته بود. و بعد از اون چاقو کشی دیگه در اسم البزاز و در تمام تهران گفتن بچه های تهران باید چاقو بکشن دیگه. تو همه چی با یه چاقو بود، ولی چاقوی نیست. چاقو رو اینا چیزی هست که در کتاب من نوشته نشده. نیش چاقو هم از هنرهای تهرانی ها بود که اونو نجف عمال معروف بود، اون درست کرد و بیش از شاید 1000 نفر رو این بانیش چاقو زده بود ولی هیچ کدوم نکشته بود. در انتهای خیابان صاحب جم بقعه سر قبر آقا به چشم میخورد. این آقا در واقع امام جمعه تهران بوده. اینها منصوب به خانواده‌ای هستن که بعدها اونها رو با نام امامی ما میشناسیم. و قضیه از اینجا شروع میشه که فتلی شاه قاجار پس از ساختن این مسجد شاه که امروز به مسجد امام موسومه، شخصی رو به نام میرزا محمد مهدی خاتون آبادی رو که امام جمعه اصفهان بوده به تهران دعوت میکنه برای امامت جماعت یا پیشنمازی مسجد شاه. پس از درگذشت این میرزا محمد مهدی خاتون آبادی، چون پسر نداشته، برادرزاده اون سید ابوالقاسم جانشین عموی خودش میشه. سید ابوالقاسم در دوره محمدشاه و اوایل دوره ناصری پیشنماز مسجد شاه بوده که بعد از درگذشت اون مقبره ای رو در گورستان قدیمی تهران برای او میسازن که معروف میشه در نزد تهرانی ها به سر قبر آقا، که در زن داماد ناصرالدین شاه هم بود. خیلی آدم قدرتمندی بود، خیلی آدم قدرتمندی بود. از این تاریخ تا دوره پهلوی دوم تقریبا افراد این خاندان منصب امام جمعگی
تهران رو بر عهده داشتن و آخرین امام جمعه تهران هم سید حسن امامی بوده. سید حسن امامی هم استاد دانشگاه بود و هم پیش نماز. توی این فیلم‌های قدیمی که ما از شاه می‌بینیم کنار شاه ایستاده یک شخص روحانی که بعد از انقلاب سال 58 اوایل سال 58 از ایران میره در سوئیس و سال 1360 و چند اون تو سوئیس اونجا دیگه از دنیا میره دیگه میمیره. اینجا کیا دفنن؟ اینجا اینجا تمام فامیل ما هستم. قفاری زین العابدین هست. کدوم قفاری که اینجا دفنه؟ یکی از این خاندان قفاری بزرگ کمال الملک برادرش اینجا دفنه. حسنی الملک دیگه. سنی الملک اینجا دفنه. سنی الملک الان برای شما نسبتی داره؟ نه. سنی الملک. ولی سنی الملک جزء افتخارات این مملکت اولین کسی است. اولین کسی است که کجاست قبر سنی الملک؟ میشه الان نشون بدین؟ والا به نظرم من اون پشته اون زیره. ببینید سنگ قبر و قبر نیست، جداست. نه جدا. ببینید ما اینجا اشخاصی که داریم سنی الملک ملازم میکنید و کسی که اینجا بسیار محترمه و خاک ناظم مرتبا اولین فارغ التحصیل دارالفنون، درسته؟ تو پزشکی؟ البته در این آرامگاه که هست دزدی بسیار شده. این بالا رو می‌بینید این چلچراغا رو؟ چلچراغا نیست. این چلچراغا از فرانسه اینجا بار شطور آمده. بنده وقتی متولد شدم دیدم چلچراغ دیگه تو کار. اینا دیگه نزدیر نداره. اینا مال روسیه هست. اینا مال روسیه هست. اینا نزدیر نداره. نشانیش هم این که این کاشی ها در 15 سال پیدا کردم تو حراج ستبی تو ستبی آوردن. آره ستبی اینا. آره اگه پایست به ستبی اینا باز چه خطرناکه. اونو که نه سید ابوالقاسم رو نقاش مشهور قاجاریه به نام کدوم مشهور که محب علی است که نقاش فتح علی شاه که فتح علی شاه رو اینجوری کشیده. حالا لنگش اونجا مثل فتح علی شاه باریک و اینا کشیده. در کنار بقعه و آرامگاه میرزا ابوالقاسم امام جمعه، میدان امینالسلطان قرار دارد که توسط ابراهیم خان امینالسلطان، پدر اتابک اعظم، در زمان قاجار بنا نهاده شد که مخصوص باراندازهای علافی، میوه و سبزیجات بود. در دور این میدان که زمانی خارج از دروازه‌های تهران قرار داشت، کاروانسرای خانات را بنا می‌نهند که محل استراحت تاجران و شتربانان بوده است و اما امروزه حجره های آن محل داد و ستد خشکبار. خیابان مولوی در امتداد مسیر خود بعد از عبور از چهارراه مولوی به یکی از قدیمی ترین بازارهای تهران به نام بازار حضرتی میرسد. این بازار رو از اون رو بهش بازار حضرتی میگن، چرا که در دهانه این بازار یکی از دروازه های چهارگانه حصار طهماسبی در اینجا بوده. اون دروازه که به سمت جنوب میرفته نام های مختلفی داشته، از جمله دروازه اصفهان، دروازه شاه عبدالعظیم. به همین خاطر به این بازار حضرتی گفته شده، یعنی خلاصه
نام دروازه حضرت عبدالعظیم. از این بازار حضرتی میتونین برین تا که تمام هم ساختمانه، یعنی سخت داره تا به چیز برسین، به سبزه میدون. ولی از اون طرف یه کوچه داره به نام باغ ایلچی، کوچه باغ ایلچی. این نکته مهمه. در اینجا ما دو سه آثار تاریخی بزرگ داریم. اولا ما در اینجا اولین کلیسای چیز داریم، کلیسای ماتابوس بهش میگن، که اونجا میرین تو توی کوچه که میرین دست راستتون یه کوچکی بودی این طرفش. این کلیسا یه کلیسای قدیمی، قدیمی‌ترین کلیسا، و این کلیسا یکی از نقاط مهمی بهتون بگم، برای اینکه مقادی قبر خارجی هایی هست که آمدن در ایران مردن که بعضیاتون جنبه های تاریخی داره و اینا همونجا ثبته. تاریخچه ورود ارامنه به تهران به صورت مکتوب و مستند وجود نداره، ولی از سال 1760 میلادی به صورت کلی در تهران و زمان آقا محمد خان قاجار به بعد این محل در واقع ساخته شد و ارامنه‌ای که در اینجا بودن از 10 خانوار جانبر بودن که جهت شیشه بری و آینه کاری کاخ گلستان از جلفای اصفهان به تهران میان و اینجا را در واقع هم محل سکونتشون بوده و همین که تبدیل به کلیسا میشه. در این کلیسا که به عنوان اولین کلیسای شهر تهران از آن یاد میشود، سنگ مزارهای قدیمی و نفیسی جلوه میکند که حکایت از حضور شخصیت‌های مهمی از کشورهایی همچون انگلیس، فرانسه، روسیه و اتریش دارد که در این مکان آرامیدند. شخصیت‌هایی همچون چارلز اسکات، سفیر کبیر انگلیس، وی نوه سر والتر اسکات، رمان نویس شهیر انگلیس بود. الکساندرا، شاهزاده گرجستان که در دوره قاجار به دربار فتلی شاه جهت به دست آوردن تاج و تخت از دست رفته خود پناه آورد. چارلز آلیسون، مستشار و وزیر مختار بزرگ انگلیس که در سال 1875 میلادی درگذشت. داوید خان طبیب نظام که توانست تا اون را کنترل کند و از طرف امیر کبیر مأمور شد تا از سراسر جهان بهترین اساتید را برای مدرسه دارالفنون دعوت نماید. سنگ یادبودی که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید مربوط است به الکساندر گریبایدوف، سفیر امپراتوری روسیه در ایران، و بعد در اینجا شایع شده بود که چند تا زن مسیحی در خانه مسلمانان هستند. اینها مسیحیانی بودند که از گرجستان ارتش و یا افراد ایرانی آورده بودند به ایران. معلوم نیست به تحریک چه کسانی سفارت روسیه تصمیم میگیره این زنها رو که بچه هم داشتن برخیاشون برگردونه به گرجستان و به روسیه. این عمل باعث میشه که تعدادی از مردم اطلاع پیدا میکنن و میاین طرف سفارت، حمله میکنن به سفارت و در اونجا سفیر و چند نفر کشته میشن. از اون کوچه که بیان بیرون همطور مستقیم بیان جلو، یه جایی میرسین که به جنوب، تو همین کوچه به طرف جنوب یک کوچه بزرگه. اینجا واقع بوده که سر گور اوزلی، اولین سفیر انگلیس در اونجا، سفارتخونه رو خریده در 1811 که البته اینا همه دیگه محو شده.
اینجا خیابون مولوی چون نزدیک بازار مولوی بوده و مرکزیت تقریبا تهران رو داشته از قدیم، که تو خود همه خیابون مولوی چند تا شرکت اتوبوس رانی بوده، اکسپورت بوده، ایران مشهد بوده، ایران بنز بوده، که از کل ایران میتونم بگم میمدن خیابون مولوی و از خیابون مولوی شروع میکردن به تجارتشون، بازاری ها میومدن اینجا برای خریدشون. به هر حال اینجا یه قطبی بوده که الان به تدریج این قطب تعدیل شده، ضمن این که پیشرفت نکرده تعدیل شده. بعد که حالا بافت مردمش به مرور عوض شد، یه روستایی هست به نام روشنی، من نمیدونم کجاست، این روشنی ها آمدن اونجا و ساکن شدن و گروه بسیار شر و شوری بودن که علی نقلی و عباس علی نقلی و خیلی گردن کلوفته و چاوکش تهران از اون فامیل به قول معروف داشمشتی های سابق بودن، چون افراد قدیم تهران هم متفاوت بودن، افرادی که توی محله زندگی میکردن توی کوچه زندگی میکردن با افرادی که توی کوچه دیگه و محله زندگی میکردن متفاوت بودن. این خیابون اسمال بساز و آب منگول 200-300 متر بیشتر فاصله نداره، این دوتا لحچهشون فرق میکرد. آب منگولی به خیلی حرف میزد ما میفهمیدیم اولا آب منگوله. اسمال بساز این مطلقا لحچهش نمیدونم به چه مناسبت لحچه فتلیشا بود، فتلیشا با این لحچه فاصله حرف میزد و با اصطلاحات مخصوص خودش، مثلا جوی آب میگفت جوخ، دیفال دیوار میگفت دیفال، عاشق رو میگو عاشق. من خودم پدر مادرم تو ما بچه بودیم عاشق رو میگو فلوی عاشق شده، توجه کردیم. این نمیدونم چرا در تمام این محلات تهران، محلات قدیم تهران، تو اسم وزراز این خیلی جا افتاد، یا خیلی از اون عمل اکره اومده بودن اونجا، کما اینکه گود زنبورک خونه تو اسم وزراز بود دیگه. زنبورک چیا؟ زنبورک میدونی چیه؟ خونپاره های کوچیکی بود که دو شطور میرستن. زنبورکشون اونجا یه گود بزرگ که یه وقتی عمم هم اونجا میشست، یه گود بزرگی داشتن و آدم های مزاحم مردم هم بودن که سوارش افتاد میشتن زنبورک داشتن. اینا باز مسکنشون تو کاروانسرای اسمان بساز. بعد در دوره رضاشاه این گود رو پر میکنن و الان دیگه هیچ اثری از اون گود نیست. در محله گود زنبورکخانه سابق تهران، در کوچه تکیه گود زنبورکخانه، در ضلع جنوبی کوچه صحن امامزاده شاه ابراهیم قرار دارد. امامزاده ابراهیم که معروف است یکی از نوادگان امام موسی بن جعفر، امام هفتم شیعیان هست، مخروبه است بنا به اون تاریخ نویسان قدیم و مردم قدیم مطرح میکنن که در اونجا یک ساختمان مخروبه بوده به نام زنبورک خانه که یه آبنباری هم همونجا بوده و پس از مدت های سنگ قبر رو پیدا میکنن و کتیبه رو اون بوده و اونجا رو عده ای ازش استفاده میکنن. خب محل دوشش کراماتی از این بزرگ را دیدن. بعد از خروج از بازار حضرتی و در ادامه مسیر شرق به غرب و رو به جلوی خیابان، اولین بیمارستان ساخته شده در این منطقه با عنوان بنگاه حمایت از مادران و نوزادان به چشم میخورد که به دستور رضاشاه با ظرفیت 30 تخت خواب ساخته شد و اولین نوه پسری وی نیز در این بیمارستان به دنیا آمد. از این بیمارستان امروزه به نام بیمارستان شهید اکبرآبادی یاد می شود. این مکان در دوره قاجار گورستان عمومی شهر بود که بعد از روی کار آمدن پهلوی اول در ابتدا تبدیل به تفرجگاه باغ فردوس و سپس بیمارستان گردید. Thank you.
جنازه ها رو که از اینجا خالی کردن زمان رضا شاه، مردم ما تفریحشون این چیزا بود، نه تلویزیون بود نه هیچ چیزی، میرفتن استخون مرده تماشا کنن. یکیشون هم مادر من بود. به هر حال اونجا اینا رو برداشتن، باغ فردوس که درست کردن میگادمه، خیلی تماشایی بود. شبا توش برنامه بود، ارکستر بود، بندبازی بود، کافه بود، رستوران بود، خیلی خوب بود. تا اون بیمارستان کودکان درست کردن دیگه. بله دیگه بیمارستان که فرح اونجا وضع هم کرد. زورخانه نیرو و شادی یکی از قدیمی ترین زورخانه های تهران است که در خیابان مولوی نرسیده به میدان محمدیه قرار دارد. در تقاطع خیابان مولوی و خیام، میدان محمدیه یا همان میدان اعدام قدیم قرار دارد که یکی از 5 میدان مهمی بود که در دوران قاجار ساخته شد. از این نظر بهش میگفتن اعدام، چرا که توی یک دوره‌ای از دوره ناصرالدین شاه به این طرف مجرمینی رو که محکوم به مرگ میشدن در اینجا مجازات میکردن. در ابتدا به اون میگفتن که میدون پاقاپوق و بعدها تبدیل شد به میدون اعدام. این میدون تا دوره مشروطه تقریبا به میدون پاقاپوق معروف بوده، تا اینکه در دوره مشروطه چوبه دار در اونجا برپا میکنن. به همین خاطر این میدون نام خودشو از میدون پاقاپوق به میدون اعدام میده. البته قدیمی ترین نامی رو که برای این میدون که امروز هم اسم رسمیش همین این هست، در واقع میدان محمدیه بوده. این میدان محمدیه از این نظر محمدیه خونده می شده، چرا که در زمان محمدشاه یک دروازه‌ای به دروازه‌های چهارگانه تهران اضافه میشه به نام دروازه نو یا دروازه محمدیه، منصوب به محمدشاه قاجار. چون این میدون پایین اون دروازه بوده، این از همون زمان محمدشاه به میدان اعدام، به میدان محمدیه هم معروف بوده. بالاتر از میدان محمدیه و در ادامه خیابان مولوی، منزل آیت الله میرزا یوسف ایروانی قرار دارد. آیت الله ایروانی سالهای طولانی امام جماعت مسجد قندی خانی‌آباد و همچنین از مدرسین سرشناس مدرسه مروی بودند. امروز منزل ایشان به عنوان خانه فرهنگ در حال فعالیت است. در ادامه مسیر خیابان مولوی بعد از عبور از خیابان تختی که نام کشتیگیر پرآوازه ایران را دارد به تقاطع خیابان ولی عصر می رسد. در این مکان مسجد و مدرسه مشیر السلطنه قرار دارد. این بنا متعلق به دوران قاجار است که به تاریخ 1318 هجری قمری توسط میرزا احمد خان مشیر السلطنه، یکی از نزدیکان دربار، به رسم دوران به عنوان باقی الصالحاتی برای وی وقف گردید. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این مسجد قرار گرفتن یکی از اولین ساعت‌های وارد شده به ایران است که کتیبه‌ای به نام مظفرالدین شاه قاجار بر روی آن قرار دارد و به همین منظور به مسجد ساعت نیز مشهور است. در زمستان سال 1394 کشف اسکلت بانوی 7000 ساله تهران یکی از اتفاقات مهم در خیابان مولوی بود که توسط یک دانشجوی رشته باستانشناسی رقم خورد. آبان ماه سال 93 روز پنجشنبه ساعت 9:30 صبح بود برای انجام کار دفترم به سمت خیابون مولوی رفتم. اتفاق جالبی که افتاد این بودش که داشتن در واقع برای لوله گذاری شبکه فاضلاب
یه سری عملیات عمرانی انجام میدادن برای ارضای حس کنجکاوی بالا سر یکی از این کارگاه ها واسدادم و خب به یه سری بقای آجر خب طبیعیه تو اون بافت آجر تو اون بافت خیلی طبیعیه. باز که اومدم جلوتر تقریبا 50 متر 100 متر جلوتر دیدم این مقدار داده هایی که اونجا داره به دست میاد یا یافته ها خیلی زیاده. بعدش خب دیگه طبق اون چیزی که خودم میشناختم تلفنم برداشتم و همکارم عذرخواهی کردم و که نمیتونم واقعا برم برای انجام این کار، بعد اینجا واسم و تکلیف این موضوع روشن کنم. اون چی که برای ما مسلم بود تا حالا در تهران نمونه همچین سفال هایی به طور منسجم و در یک جا پیدا نشده بود. مشابه چنین سفال هایی رو ما در گذشته در واقع باستانشناسا از تپه چشم علی در ری پیدا کرده بودند. این به اصطلاح وضعیت باعث شد که یکی از حفره هایی رو که شرکت آب و فاضلاب حرف کرده بود برای لوله گذاری تبدیل به یک گمانه آزمایشی بکنیم و اون رو حفاری بکنیم و تا بدونیم که با چه آثاری در این بخش از تهران مواجه هستیم. در عمق 4 متری این ترانچه که اسمش ترانچه شماره 1 به خود گرفت سر اسکلتی رو پیدا کردیم که کاسه سفالی قرمز منگوشی بالای سر اون به طور واژگون قرار داشت. بدن اسکلت در دیوارهایی وجود قرار گرفته بود که در واقع ترانچه ما رو تشکیل میداد و متوجه شدیم که ما در اینجا با یک تدفین پیش از تاریخی با قدمت 1005 قبل از میلاد مواجه هستیم. امروزه موزه ملی ایران میزبان بانوی 7000 ساله تهران است. اهمیت این کشف که صورت گرفته در اینه که نشون میده که در محدوده تهران قدیم، در محدوده تهران قدیم، هرچند که حالا بخوایم دقیق تر بگیم چند متری فاصله داره با اون حصار شاه طهماسبی که حالا ما درون اون رو تهران قدیم میدونیم، با فاصله بسیار اندک در جنوب اونجا آثاری به دست آمده که حکایت از اقامت دائمی در حدود 7000 سال پیش از این داره که این یک کشف بسیار مهمیه که تاریخ تهران رو از یک شهری که ما گمان می بردیم که 1500 سال می تونیم تاریخش رو تصور بکنیم، حالا این کشف تاریخ تهران رو به 7000 سال پیشتر از این می رسونه. اهمیت این کشف در اینه. خیابان مولوی در انتها به آخرین میدان خود میرسد، میدانی که تندیس فیلسوفی 300 سال قبل تر از وی در آن قرار دارد، تندیس زکریای رازی، پزشک، فیلسوف، شیمیدان و کاشف الکل که رو به خیابان مولوی مینگرد و شاید با خود میاندیشد که چقدر جای تندیس مولانا در این خیابان خالی است. وه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم.